عرض سلام و روز بخیر بیننده های عزیز، چی حال دارین؟ خدا کنه هم شما با لب پرخنده جواب بگوین. الحمدلله شکر دارای صحت کامل هستیم و تمام کارکنان برنامه آرزومند هستند که تمام هموطنان ما همیشه دارای صحت کامل باشند، در زندگی خود خوش و خندان باشند. با همین آرزومندی که هم شما دارای صحت کامل هستین، برنامه امروز آغاز میکنیم. امروز یک نوع ساندویچ آماده میکنیم. در ابتدا میریم مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون نوت میکنیم. بازم با ما باشید. مواد لازمه ساندویچ: گوشت سینی مرغ نیم کیلو، کچالو جوشانده نیم کیلو، گشنیز تازه یک دسته، سیر 3 دندانه، زردک یک عدد، مرچ تازه 2 عدد، دبل روتی 12 توته، مایونز به قدر ضرورت، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. در دام گوشت سینی مرغ یک بخار میدم. کچالو را قبلا بخار دادیم. دو عدد سیرم با داخل دیگه اضافه میکنم. گوشت را قبلا شستیم، این اضافه میکنم و یک قشق نمک بالاش اضافه میکنم که مغز گوشت نمکی شود. تا گوشت بخار میگیره نرم میشه دیگه قرار انجام میدیم. 5 عدد کچولو سیره پوست میکنم. قبلا نیره جوش داده بدم. به خاطری که بعضی جوان ها و اطفال خورد هستند که برگر و سندویچی اترار زیاد دوست دارن، میتونن که مادرای عزیز بدون از یک از بازار بخرن، در خانه ایره هم اقتصادی تمام میشه و هم سیز میتونن در خانه آماده کنن. این دست را شمی کشم. امروی دستان میشه که را مشت کنیم، اما استراشک بکشین خوبتر مطمئنتر میفهمین که مکملی میده شده. البته این غذاهای اقتصادی است. بعضی دوستان میگن که غذاهای اقتصادی آماده کنند. یک مقدار گشنیز تازه سیر ریزه میکنم. یک مقدار شا بالای کچولو اضافه میکنم. یک مقدار که دیگه شا باز بعدا کار میگیریم.
خب باقی ماندی زیره بعدا کار میگیری. دو عدد مرچ تازه سیرم ریزه میکنم. میتونین که مرچ هم روی اونگ آمیده کنین، اگر اونگ نبود میتونین هم روی دستانی که خرد خرد ریزه کنین. مرچ هم اضافه میکنم بالای کچلو گشنیم. یک عدد زرده که سیرم از خانه خورد تراشه میکشم. و زرده که شما میفهمین که چقدر مفید است، هم به شکل خام و هم به شکل پخته میتونین که ایره نوش جان کنین. خصوصا بر اطفال خود بسیار زیاد مفید است که جوسش آماده کنین و بتین که نوش جان کنه. به می اندازه که دیگ بخار گرفته کفایت میکنه، حرارت خاموش میکنم تا بخار دیگ بشینه. زرده که از تراشه کشیدیم، البته از خانه میدیش. بخار دیگه میبینیم، بخارش هم ختم شده. به شکل ریشه ریشه میده یک سندویچ بسیار خوب مزه‌داری آماده میشه. خب ایره باید من برای دست خود ریشه ریشه میگردم، چون گرم بود از لحاظ هم برای کار دیگه من خرد خرد کردم. اگر با شما وقت داشتین میموندین که سرشوه میتونین که برای دستان ایره ریشه ریشه کنید. گوشت مرغم بالای کچالو اضافه میکنم. نمک اضافه میکنم. ایره همراه کچالو و گشنیز تازه مرچ تازه خوب مخلوط میکنم. خب کوشش کنیم مخلوط کنیم که همون نمک هم همراهش خوب مخلوط شد.
خب این مخلوط شد. نان اطرافش پاس میکنم. فقط این قسمت کویش که کمک گلوبی شده پاس میکنم. بعض وقت نان دبل روتی در خانه می باشد، اولادان هم می خورند. می تونید که به این شکل یک سندویچک بسیار خوب مزه‌دار آماده کنید و بعد اینکه نوش جان کنند، شاید همیشه تقاضا کنند که مادر از این سندویچ آماده کنید. یک مقدار مایونز زیره امروی قاشق خوب ال میکنیم کمکی. دوشه قبلا روشن کردیم که کمکی گرم شود. مایونز هم آماده شد. بعد نوش دوشه میکشم. به خاطر که نچسبه بروش کمی کاغذ می آورد. این چربی تا ورق کاغذ می گیره، بروش چیز را که بانین باز نمی چسبه. این دبل روتی را آیسته آیسته همراه آجگست کمک فشار می دیم که کمک هموار شد. بسیار زیاد فشار ندید که توته توته شد، بسیار آیسته آیسته میره فشار میدم. هم میبینید که کمه هی انوار شد. ماینیز را که کمک حل کردی میره بسیار کم کم برویزی میزنم. کچولو و گوشت مرغ گشنیج و مرچ تازه و نمک که مخلوط کردی میره بالای زی میمونم. میره به این شکل لولا به می ترتیب تمامش آهسته آهسته هم وار کرده و ماینیز زده و مواد را کاماده کردیم در داخلش می بینیم. ماینیز به خاطر اضافه می کنیم، یکی که بسیار مزه‌دار و خوبش می سازه و دومی که کمک امی نان نرم می شه. در غیر روزو باز توتا توتا میشه. فقط باز آیسته آیسته هم رای دستان کمک کرد فشار بدهیم که بچسبه. انشالله حتما یه خوشتان میایه و در خانهایتان آماده میکنه. ما خو کوشش میکنیم که غذاهای اقتصادی آماده کنیم. خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره.
دوستا عزیزی زیره فقط مدت 5 دقیقه بداشت میمانم. زیاد نی. 5 دقیقه بداشت میمانم. سندویچ ها مدت 5 دقیقه به داش موندیم، آماده شده. از داش میکشم. میبینیم چوب یک رنگ که بسیار مقبول و در وقت کم بسیار آماده شده. خب پیشتر براتون گفتم که گشنیج بعدا کار میدیم و ماینیز هم همچنان. فقط اردانی هزیره میگیریم. این طرف ها و هی طرف ها با ماینز میزنیم. کوشش کنیم که خوب ماینزه به خود بگیره. این رو باز با گشنیز میزنیم. هر دو طرف ها. و این دیگه با زردک. کسی که گشنیز خوش داشت میتونه از گشنیزش نوش جان کنه و کسی که زردک خوش داشت از زردکش میتونه نوش جان کنه. بده قاشق کوشش میکنم بزنم که خوب در بارم در و زیاد کوشش کنین که بداش نبانین که باز خدا بخی قاق میکنه. این به یک ظرفی که وقتی رو میچینی چقدر یک شکل مقبولی به خود میگیره. دوستای عزیزی که علاقه مندی با آشپزی داره و چیزای بسیار تزینی رو خوش داره انشاءالله حتما به می شکل در خانه خود آماده میکنه. کوشش کنین حتما به تاوی داش کاغذ بانید. در غیر از اون چون نان بز خود نرم می سازه می چسبه. به می ظرف همین قدر کفایت می کنه. باقیش بز به ظرف دیگه می چون. دوستای عزیز ای بود سندویچی که امروز آماده کردیم. خدا کنه مورد پسند شما قرار گرفته باشه و شما دوستای عزیز هم وقت پیدا کنین در خانه‌تان آماده کنین و نوش جان کنین.